یکی از عللی که این جامعه ما جامعه پوسیده است و تو خالی چی توش نیست این است که این جامعه اصلا کریتیک نمیدونه چیه در واقع. پیشینه سرزمین ما در تاریکی هزاره ها فرو رفته است. طی هزاران سال تیره های شبانی و کشتگر گوناگون در جستجوی نان و آسایش در این دیار پناه جسته و کنار هم مأوا گرفتند، بیان که هیچگاه از هجوم همسایگان بیابانگرد در امان باشند. ایران وارث یکی از کهن‌ترین و شگرف‌ترین فرهنگ‌های جهانی است. بر پایه این فرهنگ هم نغزترین اندیشه‌های انسانی شکل گرفته و هم یکی از سرسخت‌ترین و ریشه‌دارترین استبدادهای تاریخ استوار گشته است. اطاعت، فرمانبری و پیروی از گذشتگان خمیرمایه اصلی این فرهنگ است. پگاه فرهنگی سرزمین ما با جهانبینی زرتشت آغاز می شود. با او ما یک بار برای همیشه سرنوشت خود را به دست دین سپردیم و اندیشه زاینده و پوینده را از هستی تاریخی خود بیرون راندیم. با این سرآغاز تاریخی فرهنگ ما با دین خویی سرشته شد. آیا از آن گذشته پرشکوه هیچ چیز ارجمندی باقی مانده که امروز بتوان بدان بالید؟ مذهب بیگانه در بستر فرهنگ دین خوی ما روان شد و تمام زوایای هستی ما را فرا گرفت. فرهنگ ایران اسلامی چگونه شکل گرفته است؟
آیا ما به راستی اسلام را برای خود ایرانی کرده ایم؟ آیا ما توانستیم در پناه این مذهب چیز ارزنده‌ای بیافرینیم؟ آیا این فرهنگ ما را به سوی رشد و پیشرفت رهنمون گشته یا ما را به تکرار تاریخ خود محکوم ساخته است؟ آیا ما درون مایه این فرهنگ را به درستی شناختیم و با ساز و کار آن آشنا هستیم؟ آیا براستی بر این فرهنگ چیره شده ایم یا خود در بند آن گرفتار آمده ایم؟ چرا طی این اثار از تنگنای ایمان و تعبد بیرون نیامده و راهی به سوی تعقل و تفکر نگشوده ایم؟ آیا میتوان از بذر تلخ تعصب ثمری شیرین انتظار داشت؟ آیا واقعیت امروز ما تعبیری از وحشتناک ترین کابوس های دیروز من نیست؟ از میان اندیشمندان معاصر ایران، آرامش دوستدار متفکری است که با پیگیری و بیباکی بیشتری بنیادهای فرهنگی ما را مورد سوال قرار داده و شالوده‌های معرفتی آن را کاویه است. او نقد خود را بی هیچ سازشی تا کاوش دورترین ریشه‌های فرهنگ ما پیش برده است. گذشته‌گرایی و کهنه‌پرستی در فرهنگ و ادب دیرینه ما ریشه‌های چنان ستبر و تناور داشته که هیچگاه به نگرش انتقادی مجال بروز نداده است. دوستدار با دو کتاب امتناع تفکر در فرهنگ دینی و درخشش‌های تیره باب تازه‌ای در این عرصه گشوده است. آرامش دوستدار به سال 1310 در تهران به دنیا آمد و در خانواده بهایی پرورش یافت. با وجود پرهیز بهاییان از سیاست، خانواده او از زندگی سیاسی دور نبود. پدرش از هواداران جدی تجدد خواهی بود. من مدرسه نوباوگان می رفتم قبل از اینکه بریم ما زاهدان، مدرسه مختلف بود تا کلاس چهار. اون زمان مدرسه مدارس داخل در بالای شهر همشون تقریبا مختلف بود. حکومت پهلوی استبداد کهنسال سلطنتی را با جامعه نو به میان آورد. رضا شاه خواهان نوسازی کشور بود، اما این را بدون اصلاح ساختار سیاسی کهن و محدود شدن حاکمیت فردی خود می‌خواست. زورگویی و فرمانهای تحکم آمیز
راه اصلی پیشبرد اصلاحات اجتماعی و فرهنگی بود. من یادمه که رضا شاه رفت، پدرم خوشحال شد، چون با روی کار آمدن رضا شاه در واقع عملا شکست همراه بود، شکست عموی من و رفتن او به شوروی. احسان الله خان از مبارزان نامدار و رادیکال اول مشروطیت، از پیشگامان جنبش کمونیستی که در رشته ای از ترورهای انقلابی دست داشت، از جمله در قتل امام جمعه وقت تهران. سالهای رشد و جوانی دوستدار در ناآرامی‌های پس از جنگ جهانی دوم گذشت. با برکناری رضا شاه دوران تازه ای از حیات کشور ما آغاز شد. جامعه از بند رسته با آهنگی شتابان و حرکت درآمد. پیکار ملت ایران برای دستیابی به آزادی و استقلال در سیمای دکتر محمد مصدق تبلور یافت بود. با او ملتی می‌خروشید. جنبش مردم دربار و روحانیون مرتجع را به هراس افکنده بود. پیشوایان دینی دست در دست ارتشیان مزدور راه کودتای ضد ملی را هموار کردند. کودتاگران به حاکمیت ملی پایان دادند. رهبر نهضت به اسارت افتاد. با او ملتی میگریست. یادم وقتی 28 مرداد روز از خونه ما تو یوسف آباد رای شمرون بود، وقتی ما آمدم سوار اتوبوس بودم بیام شهر، دیدم که تمام ماشینا روش اتشا زدن از یه حرفا، گفته شد که شاه برگشته. اصلا باورم نمیشد چطور ممکن. و چون این که جلوی ماشین ها رو میگیرن و عکس ها رو میچسبونن روی شیشه های اتومبیل. من گرایش سیاسی نداشتم، این یادم میاد، اما خب همه رفیقای من جوانایی بودن که تو فعالیت سیاسی میکردن، نصفشون توده‌ای بود، نصفشون ضد توده‌ای بود از این حرفا. بنابراین من با این دو تیپا همین بودم و دیدم و زندگی کردم. بعد یک دو تا رفیق نزدیکترم بودن که اونا هم به اصطلاح اپولیتیک بودن به معنی. من طبعا خب در خانواده باهایی چون زاده شدم بزرگ شدم باهایی بودم تا سن شاید سن مثلا 27 سالگی، اما این وقت باهایی جدی به این معنی نبودم که وظایفی را که باهایی باهایی داره انجام بده. به اروپا که آمدم البته بعد طبعا بس از پرداختن به کار درس و از یعنی فلسفه بوده و اشتغال به نیچه، خب کم کم من یه دیدی پیدا کردم که مذهب طبعا درشش بونه جایی نداشته و سپس به تدریج البته پرداختن به فنومن مذهب بوده و نقشی که مذهب در تأسیس یا تخریب جامعه اگر هم داره. سال 57 من آمدم اروپا، بعد یه سال بودم دوباره رفتم برگشتم تهران، سپس دوباره برگشتم آمدم به آلمان شروع کردم به تحصیل کردن. از همون شاید سال 60-61 که من رابطه درونی با دین قطع شد در واقع. شما اول در زیگبورگ بودم، اونجایی که با زن کلونیم ازدواج کردم، بعد اومدیم به کل. در کل به هر اونجا خونه گرفتیم، درس هم تحصیل منم در دانشکده بن صورت گرفت، یعنی ما در کل خونه‌مون بود ولی می‌رفتم به بن درس می‌خوندم.
دوستدار تز خود را درباره نیچه نوشته است. مصنف چنین گفت زرتشت: انا کسی که منو اینجوری برانگیخته در وهله اول نیچه بوده. یک زمانی هم مارتین هایدگر بوده، یعنی من در اون دوره‌ای که کارم می‌نوشتم من تحت تاثیر مارتین هایدگر بودم خیلی. اما اسمش شور نمیتونم بذارم، چون چیزی که اصلا در کار مارتین هایدگر وجود نداره شوره. در واقع سپس شاید اگر یک کسی که خیلی واسه من مهم شده بود و مهم هم هست، این در دوره تحصیلم نبوده، بعد از دوره تحصیل بوده، ویتگنشتاین بود. اما اون چیزی که من از نیچه یاد گرفتم و بدون اون قطعا نمیتونستم این کار بکنم، سماجت او در پرسیدن در واقع و به اصطلاح کنونی که خود نیچه هم اصطلاح حتی به کار برده، مسئله هینترفراگن است، یعنی مسئله پیشینه ها رو پرسیدن احیانا، یا از خلال یک پدیده ناپدیده هایی که پشتش از پرسیدن از این حرفا. دوستدار پس از پایان تحصیلات دانشگاهی به ایران برگشت و در دانشگاه تهران به تدریس فلسفه پرداخت. در محیط دانشگاهی ایران شناخت فلسفه بسیار سطحی و تدریس آن سخت ابتدایی بود. چه سنت تدریسی بود یه مرتبه بالاتر از دبیرستان، یعنی کتاب هایی بود که به حال اینجا پذیرفته شده بود دست داده بشه، یه دو هم بودن که شیوه هایی رو اختیار کرده بودن، شیوه تدریس حفظ کردن در واقع دیگه، یعنی محفوظات جمع کردن و در نهیجه فکر نکردن. در سال 1357 نهضتی که از بحران عمیق جامعه و سستی بنیادهای فرهنگی خبر می‌داد، ایران را به لرزه انداخت. انقلاب و روی کار آمدن جمهوری اسلامی، نخست اشتغال و سپس زندگی دوستدار را در ایران غیر ممکن ساخت. او در سال 1980 به آلمان مهاجرت کرد و در شهر کلن اقامت گزید. آرامش دوستدار در نوشته‌های خود به نقد فرهنگ ایران و پایه‌های نظری آن پرداخته است. به گمان او فرهنگ ما برخلاف ظاهر آراستش همچنان زیر بار سنت‌های دیرین هزار سال است که خرد و اندیشه آزاد انسانی به آن راه ندارد. این میراث ادبی عظیم در طول قرن‌ها و حتی تا دوران نوین فشاری چنان سنگین بر ما وارد آورده که هرگز نتوانستیم آن را به درستی بکاویم و بشناسیم. ما در دامان فرهنگی بار آمده‌ایم که مذهب تمام نسوج و زوایای آن را تسخیر کرده است. فرهنگ ما در حدی که با در یه زمینه دینی اساسا به وجود آمده در تاریخی و مهمترین فیگورش زرتشت بوده، خیال نمی کنم که کسی در این مورد شک بکنه. ما وقتی دنبال بکنیم، یعنی پس از اینکه زرتشتیت از دوره شاید سومین چهارمین پادشاه هخامنشی همه جا گیر کم کم میشه، تا از هم پاشیدن ایران و شکست ایران از اسلام که به جاش از نو دوباره یه دین جدید میاد. و من اینطوری میبینم که در اون بستری که زرتشتیت در کنار دینهای دیگه روان بوده و از عمر زرتشتیت هم شاید بیش از 2000 سال مثلا میگذشته، کم کم با زور و فشار اسلامی که به صورت تضییق و تطمیع از این حرفا صورت میگه، چون فقط کشتار نبوده بلکه
در دوره امویان و حتی در عباسیان هم ادامه پیدا کرده. کم کم اون ایمان پیشین جاش میده به ایمان نو، یعنی من به این صورت نوشتم که در این رگ دینی ایرانی که مایه پیشینش خوش شده بوده، سپس اون اسلامی جریان پیدا میکنه. در این حد در واقع هیچ تحول خاصی در ایران به وجود نیامده بوده، بلکه یه رگه های همپیوند با رگه های دینی که در ایران وجود داشته اونا کم کم مطلقا از بین میرد، جمعه رگ ملی. این رگه با آمدن اسلام از هم میپاشدید، یعنی ایرانی دیگه ایرانی نیست بلکه مسلمانه. در واقع آدم این آگاهی رو هم در ایرانی پیدا نمیکنه. به ندرت آدم ممکنه، من خیال میکنم آدم یه کتابی پیدا بکنه سوای فردوسی و احیانا کن شاعر حماسه سرای دیگر که فردوسی خب تو اونا درخشانه، آدم در دوره بعدی مطلقا بر نمیخوره به این که اصلا ایرانی ممکنه مطرح بوده باشه. واقعا مطرح نیست، برای اینکه اسلام آمده و این ملت را که دین بومی داشته و دین زرتشتی خیلی به نظر من مهمه، یعنی ملتی بوده که یه دولت داشته، این دولت از این ملت برآمده، یه دین داشته، این دین از این ملت برآمده، این یه وحدت سگانه بوده. در واقع این وحدت سگانه با آمدن اسلام از هم میپاشه، یعنی دولت از بین میره، دین زرتشتی از بین میره و جای همه اینا رو اسلام میگیره که فقط و فقط دین بوده. در واقع قطع این است که فلسفه کمترین ارتباطی با دین نداره، برای اینکه دین کارش جز این نیست که امکان پرسیدن رو از آدمها بگیره، از اونها بنده هایی بسازه که این بنده ها متوسل بشن به اون مرجع دینی و پاس سوالای خودشون از اون مرجع دینی بکنن، در واقع برای اینکه یه پاسخی بگیره. من اینه در کتاب امتناع تفکر نوشتم، این کاری که دین میکنه اخبار در واقع، یعنی خبر میده، پاسخ نیست در واقع، برای اینکه در پرسشی وجود نداشته پیش از اون که این پاسخ‌ها رو برانگیزه، بلکه آدم‌ها این پرسش‌ها رو می‌کنن با توجه به اون مرجعی که بهش معتقد هستن، برای اینکه اون مرجع بهشون بگه که اینها دستورالعمل‌هایی است که من به تو میدم، با این دستورالعمل‌ها زندگی بکن، فکر بکن، زیست بکن، عضویت جامعه رو داشته باش. و قطعاً در یه چنین ملغمه هرگز نمیشه اندیشید کمتر از فلسفه. در این فرهنگ کشمکش فکری وجود نداشته هیچ وقت. اگر کشمکش فکری وجود داشته، یا مثلا در زمینه لابد فقه احیانا بوده، یا در زمینه شرح فلسفه مثلا اشراق یا هر چیز دیگه، و یا درگیری های بین شعرا احیانا بود پیش می آمده. و یک فرهنگ که درش کشمکش فکری وجود نداشته باشه و کشمکش فکری، مجبورم تکرار دوباره بکنم، فقط میتونه ناشی از پرسش ناوابسته به هیچ مرجعی به وجود بیاد. بنابراین اسم یه چنین فرهنگی به نظرم فرهنگ ایستاست، برای اینکه هی تلمبار میشن یک چیزهایی، یه فرمهایی از اون چی که از پیش وجود داشته به اضافه اون عناصری که احیانا از خارج گرفته شده بر یک انبار مصالح پیشین. و این بی حرکتی رو خب من اسمش گذاشتم فرهنگ مثلا ایستا. تمام بزرگان و پایگزاران فرهنگ ما تحت تاثیر دین بودن و در لوای دین، در لوای الهی یا در لوای در پناه این موهبت بگیریم، در پناه این موهبت یه الفاظی میسازم برای اینکه بتونم این معنا رو برسونم، در پناه این موهبت در واقع زیستن و ساختن و نوشتن.
اینا همه در دل یک نویسنده پایه‌گذار فرهنگ ایرانی از همونجا منشعب میشه در واقع. وقتی اینطوری باشه 1400 سال از دوره پیش از اسلام شما صرف نظر بکنید، این 1400 سال که هر کتابی که باز بکنید به استثنای شاید چند کتاب اندک که ما راضی بود که از بین بردن سوزوندن، ولی احیانا بعضی از سخنهای ابن مقفع در باب برزویه طبیب آمده که من دربارش نوشتم و به خیام جز اینا شما یک فضای اونجا نبینید که این فضا اساسا زدوده شده باشه یا تسبیه شده باشه از عناصر دینی. آدمی که ما از ایده ها و از بنیادهایی که در پس این تصورات بزرگان ما نهفته هستند اونا رو نتونیم در بیاریم و بشکافیم و نشان بدیم، چه سعدی باشه، چه حافظ باشه، چه مولوی باشه، چه هر کسی که باشه، ما فرهنگمون نمیتونیم شناخته باشیم در واقع. یا آدمی باید یه موقع به این فکر بیفته که حافظ وقتی میگه که هر چی کرده همه از دولت قرآن کردن، واقعا معنیش این چی؟ و آیا اگر حافظ یه چنین کاری کرده باشه، اون منبع و اون مرجع الهام او که قرآن باشه، آیا میتونه از تو اون یه چیز عالی پدید بیاد که در واقع ارزشی داشته باشه؟ یعنی ارزش مثلا تربیتی داشته باشه یا ارزش فرهنگی داشته باشه؟ اگر چنین چیزی ما دنبالش داریم و سعی نکنیم که پیدا بکنیم و بیامیم و نشون بدیم، ما تکرار کردیم در تمام سنتمون اون چیزی خود اونا در واقع گفتن. یعنی ما هیچ وقت نپرسیدیم از خودمون که حافظ چه چیزی از اسلام دریافت کرده یا چه چیزی از قرآن تونسته به حافظ در واقع الهام بکنه تا حافظ بر اثر اون یه کشفیات خیلی اخصی کرده باشه، بلکه ما این حرف حافظ دوباره تکرار میکنیم. حتی توی کتاب‌های اخیری که در میاد قبلا وفات بوده، خب میگن که این شعر به مناسبت فلان آیه از فلان سوره است، اما هیچ کس دنبال نمیکنه که در اون آیه و در اون سوره اصلا چی گفته بوده، گفته شده است، و آیا اون میتونه که باعث بشه یک کسی رو به فکر بندازه یا نه. من که خیال میکنم که این چیزی نیست، یک به سبب دینخویی، یعنی تابعیت مستقیم و مطلق از حرفی که یه پیامبر زده یا خدا زده فرق نمیکنه، و دوم این که تابعیت ما دوباره از حافظ، یعنی ما دو تا اینجا دوباره توابع هست، یه موقع حافظ از قرآن تابعیت میکنه، یه موقع ما از حرف حافظ که خودش تابعی است از قرآن در واقع. اما تازه این برامون معلوم نیست که این تابعیت چه معنایی داره، چه محتوایی داره و چه ارزشی داره. ما در قلمروی این فرهنگ مسلوب گشتیم، یعنی آنچنان در قالب‌های سنت‌های بسته آن میخ کوب شده ایم که از روش و حرکت طبیعی باز مانده. فرهنگی که گذشته و ارزش‌های کهن بر آن مسلط هستند، فرهنگ ایستا و بی‌تاریخ است. فقه و کلام سنتی پیوسته مهر خود را بر حیات فرهنگی ما کوبیده و ما را به تکرار حقایق جزمی و اعتقادات تعصب‌آمیز واداشته. انسان زادی این فرهنگ بر خیشتن تاریخی خود مسلط نیست، بلکه اسیر و بنده آن است و از او جز تقلید و دنبال روی کاری ساخته نیست. سراسر تلاش فکری و فرهنگی ما در طول این سده ها به نقل و گزارش و ترویج آثاری هدر رفته که به حقیقت مطلق آنها ایمان داشتیم، اما به زیست تاریخی ما هیچ نیفزودند.
ما پس از قرنها میراث‌خواری از مردریگ گذشتگان با کولباری سنگین و انباشته از جزئیات ثابت و عقاید تکراری به عصر جدید رسیدیم. پویش توفنده و سرسام‌آور دنیای نو چون ضربه گیج کننده بر ما فرود آمد. در این 100 سال اخیر جامعه ما رنگ تازه‌ای به خود گرفته و خود را شایسته یک سامان مدرن نشان می‌دهد، در حالی که سنت‌های کهنه و پوسیده همچنان بر تار و پود آن مسلطند. روشنفکران که باید در جذب فرهنگ مدرن پیشگام باشند، خود در بند سنت‌های دیرین گرفتارند. آخوندزاده نخستین متفکری است که به نقد فرهنگ دینی ما دست زده، اما در برابر وجوه دیگری از تفکر دینی سر فرو آورده است. میرزا آقاخان کرمانی رؤیاها و حسرتهای میهنی خود را با تاریخ وهم‌آلود ایران باستان پیوند زده است. منادیان روشنگری بیشتر به تحول ساختارهای سیاسی و مدنی توجه داشتند تا به رویارویی با میراث فرهنگی. آنچه ما از آغاز مشروطیت، یعنی در دوره تاریخ نوین خود، نوشته و گفته این در اساس از حد انتقاد اجتماعی و اخلاقی وقت تجاوز نکرده و نگاه ما را از مرز وقایع روز و زمانه فراتر نبرده است. در ستیز با سنت‌های گذشته نوآوری ادبی پیشتاز بوده است. هدایت به زعم من یا به نظر من شاید با فرهنگ‌ترین داستان نویس ما بوده است. ولی اون بهترین بوده نه، من نمی‌خوام بگم، ولی با فرهنگ‌ترین قطعا بوده. برای اینکه هدایت خیلی پیش از همه این داستان نویس با ادبیات اروپایی آشنا بوده، یعنی توی حدودی شاید موازی های هدایت رو با نیمایشیش بناباتن تصادفی نیست، چون نیمایشیش هم از بچه بیش از سفارشی میرفته روزنامه فرانسوی میخونده، یعنی تأثیر فرهنگ فرانسوی در نیمایشی خیلی باید مؤثر بوده بشه در ایجاد شعرش، در حالی شعرش نظر من ایرانی. احمد کسروی اندیشمندی ژرف بین بود که به بازنگری بنیادهای دینی جامعه دست زد و سرانجام جان بر سر حقیقت دوستی و فاشگویی خود گذاشت. اولی کسروی رو دیدیم نبود و کسروی جد اسلام هم نبود. کسروی اسلام تطهیر شده میخواست دارد. من این حتی نوشتم و این رو هم به استاد دلی و هم کردم که یکی این که اصلا تطبیق کردن از اون حرفات رو نظر من و دیگر این که برای من طبعا اسلامی کنی جوهر خاصی به درد بخوری نداری که اگر احنا آلی دیگاهی که به زعمی کسرتی برای اضافه میده به سطورن مثلا بدن بش ازشی چیز درد. جلال آل احمد پرنفوذترین نویسنده روزگار ما بود. من شاگرد یکی از شاگردهای دوره اولی معلمی جلال آل احمد بودم، یعنی شاید
مثلا دو سال بود لیسانسش گرفته بود دانشگاه عالی. به حال شاگردی بود، بعدها تبدیل شد دوستی ما و در تمام مدتی که من در اروپا درس میخوندم به اون مکاتبه داشتم. آل احمد بازگشت به هویت اسلامی را تنها چاره خودباختگی فرهنگ ما دیده است. او غرب زدگی را آفت اصلی جامعه ما می‌داند. به نظر او دنیای پیشرفته غرب جامعه ما را از همه نظر تسخیر و بی‌هویت کرده است. روشنفکران مسئول این تباهی هستند، زیرا با تضعیف بنیادهای فرهنگی اجتماعی ما که از اسلام و ارزش‌های سنتی نشأت می‌گیرند، ما را در برابر غرب بی‌دفاع کردند. مخیانگ روشنفکر باید شناخت در مواجهه او با مسائل و مشکلات فرهنگی، به خصوص در فرهنگی مثل فرهنگ مملکت ما. غلام حسین ساعدی هم از این نظر به حال کوشش خودش کرده بود، اما خب هر دوی اینا هم جلال علامت و هم غلام حسین ساعدی اینا یه هدف معین داشتن که اون هدف در واقع مانع از این میشد که چیزای دیگر ببینم مثل بقیه روشنفکرهای خودمون توی گیومه، و اون هدف در واقع دولت شاهی ایران بود. اون چی که ما هستیم از نظر فکری و ذهنی حاصل کار پیشینیان ماست در واقع. یعنی هر انتلیکتویل ما، هر نویسنده ما بدون سعدی و بدون حافظ و بدون فردوسی نمیتونه اون چیزی باشه که الان هست. و اگر اون چیزی که او الان هست در واقع به نظر من خیلی استوار و قرص و محکم نباشه، در نتیجه باید ریشهش رو پیدا کرد و از اون ریشه باید شروع کرد، برای اینکه شاید یه موقعی نسلی وجود داره که متکی به خودش بشه. یعنی باید یه رویارویی صورت بگیره و حساب پس دادن 1400 سال بعد حساب پس داده بشه. در این حکم ما باید دینمون رو دنبال بکنی، ببین دینمون چی بوده، چگونه به حال آمده از دوره زرتشت و رگه های اصلی چی بوده، اسلام چگونه رخنه کرده و در ما نفوذ کرده، و اصلا اسلام چه نوع دینی هست. فقط چه صحبت شهادت این که مطرح نیست که در واقع. و از همه اینو مهمتر، اینکه در همین حد مهمتر این است که پایگذارای فرهنگ ما چه کردن در واقع که ما به این رو دفته بود.